آمار قربانیان کرونا در 332 شهر از 52400 نفر بیشتر است. خانم مریم رجوی در نتیجه سیاست های ضد انسانی خامنه ای و روحانی کرونا در سراسر ایران زبانه میکشد و قربانی می گیرد. هریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم دو روز است که 107 و 113 فوت را تجربه کردیم. در کل جنگ تحمیلی 8 ساله روزی 66 تا بوده. حق دوست معاون وزیر باید برای بازگشت محدودیت ها تصمیم عاجل گرفته شود. کرونا رو به افزایش است. وزارت بهداشت استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی خراسان رضوی، لورستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. تعداد بستری های سنندج از یک شنبه تا دوشنبه از 287 دو نفر به 336 نفر رسید. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز سه شنبه 27 خرداد 1399 اعلام کرد آمار جانگداز قربانیان کرونا در 332 شهر ایران از 52400 نفر بیشتر شده است. شمار جانباختگان در آذربایجان غربی به 1470 نفر در تهران به 10800 نفر در خوزستان به 4280 نفر در کردستان به 1115 نفر در کرمان به 670 نفر در کرمانشاه به 1360 نفر و در لورستان به 1810 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم امروز از 2563 بیمار جدید و 119 جان باخته در 24 ساعت گذشته خبر داد و شمار بیماران وخیم را 2815 نفر اعلام کرد و گفت استانهای خوزستان، آذربایجان‌های های شرقی و غربی، خراسان رضوی، لورستان، کرمانشاه، گلستان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. هریچی معاون وزارت بهداشت رژیم دیروز اعلام کرد که تلفات رژیم در جنگ 8 ساله با عراق روزانه 66 نفر بوده. در حالی که در دو روز اخیر تعداد فوت در اثر کرونا به 107 و 113 و و نفر رسیده است. هریرچی امروز افسود هیچ استانی نداریم که نگرانی روند بیماری در آن نداشته باشیم. تنها شهر سبز ابو موساست. در چند روز اخیر موارد مرگ سرغمی را مجددا مشاهده می کنیم. ارقام سرغمی برای مرگ ناشی از کرونا زیاد است. ممکن است عناصر حکومتی تصمیم بگیرند به شرایط محدودیت ها بازگردیم. و آن موقع است که خیلی ها بدون تقصیر از این محدودیت ضرر اقتصادی می بینند. حق دوست معاون دیگر وزیر بهداشت رژیم امروز گفت باید برای بازگشت محدودیت ها تصمیم عاجل و جدی گرفته شود. اپیدمی کرونا رو به افزایش است. وزیر بهداشت به طور رسمی خواسته است که به خصوص در جاهایی که میزان شیوع و آلودگی کرونا بیشتر است محدودیت های کنترل شده بیشتری اعمال شود وضعیت اپیدمی کرونا در کشور به هیچ وجه عادی نیست حمید سوری عضو ستاد کرونا گفت ما هر روز و هر هفته شاهد اوج گرفتن اپیدمی در استانهای مختلف هستیم به عنوان یک اپیدمیولوژیست باید بگویم با ادامه وضعیت موجود قادر نخواهیم بود بار اپیدمی را به حداقل ممکن برسانیم. هر هفته یک روز اوج اپیدمی از یک جا سر در می آورد و طبیعتاً به مرور زمان تا بخواهد به آن حد ایمنی جمعی برسد جامعه هزینه هنگفتی را باید بپردازد. بعضی از اقداماتی که انجام دادیم سرعت عمل کافی نداشت تا نتیجه بهتری بگیریم. در آذربایجان غربی مصطفوی معاون استاندار گفت در سطح شهرها موجی از نگرانی برای بازگشت موج دوم بیماری وجود دارد که مهمترین سند اثبات آن ثبت فوت 15 نفر در یک روز است. در خوزستان رئیس مجمع نمایندگان این استان در مجلس ارتجا گفت یک سوم آمار مبتلایان روزانه کرونا در خوزستان هستند. اکنون ظرفیت آی سی های خوزستان پر شده است. ظرفیت بخشها جوابگو نیست و پرسنل فرسایشی عمل می کنند. در کرمانشاه ساندار شرایط این استان را سخت و نگران کننده توصیف کرد و گفت تعداد بستری های کرونا در کرمانشاه امروز از 400 نفر گذشت و ما را در شرایطی نگران کننده قرار داده است. پیشنهاد ده روز تعطیلی دفاتر پیشخان دولت را داریم شیوع بیماری کرونا در برخی از مناطق استان از جمله اورامانات قرمز است به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر تردد در منطقه اورامانات از 27 خرداد تا صبح شنبه اول تیر ممنوع است رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت با توجه به اشغال صد درصدی تخت های در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی در دو بیمارستان فارابی و گلستان به منظور پاسخگویی به این بیماران چهل تخت نیز در بیمارستان امام حسین و دوازده تخت آی سی یو در بیمارستان طالقانی جهت بستری بیماران کرونایی آماده شده است. همچنین بخشهایی در بیمارستان های شهدا، 520 ارتش و نیروی انتظامی برای بستری بیماران کرونایی در حال آماده سازی است. به طور متوسط روزانه 80 تا 90 مورد بستری جدید کرونا داریم و استان کرمانشاه در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد. در کردستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت در حالی که روز یکشنبه تعداد بستری های کرونا در سنندج 287 نفر بود این تعداد تا ظهر دیروز به 315 و تا شب گذشته به 336 نفر رسید. کرونا با شیب بسیار تند در سنندج در حال افزایش است. حتی اگر همه امکانات کشور را در اختیار بگیریم، باز هم نمی توانیم با این بیماری مقابله کنیم. سرپرست فرمانداری بانه گفت، هفته آینده پیک شدیدی از کرونا وارد بانه می شود. هر 24 ساعت تعداد بستری های برابر و موارد مثبت نیز چند برابر می شود که در صورت ادامه این روند بستری بیماران از ظرفیت بیمارستان های شهر بیشتر خواهد شد. بحران بیش از سه برابر بحران اسفند ماه است و طیف سنی افراد جوان را بیشتر در بر می گیرد. در بوشهر معاون استاندار گفت در زمانی که آمار مبتلایان استان یک تا دو نفر بود اعلام می شد. اما امروز که اعداد به چند صد نفر در روز رسیده اعلام نمی شود. مردم باید بدانند در استان در شبانه روز چند صد بیمار به کرونا مبتلا می شوند. در همدان معاون استاندار گفت شهرستان های فامنین، کبودر آهنگ و نهاوند در وضعیت قرمز قرار دارند. سایر شهرستان ها نیز وضعیت زرد دارند. شاهد افزایش موارد مثبت کرونا در استان هستیم. در لورستان رئیس شبکه بهداشت درمان بروجرد گفت ویروس به شدت در حال پیشروی است و ما فقط باید مقابله کنیم باید از سمت بهداشت به سمت درمان برویم چون شاخصی بهداشت قرنطینه است که در کشور چنین چیزی نداریم خانم مریم رجوی بار دیگر خاطر نشان کرد که اکنون همه به چشم می بینند کرونا در نتیجه سیاست های ضد انسانی خامنه و روحانی در سراسر ایران زبانه میکشد و قربانی میگیرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 27 خرداد 1399